تو نیمایی؟ آره. منم بابایی. منو نمیشناسی؟ تو بابای من نیستی، بابای من مرده. کی همچین حرفی زده؟ مامان. یا بغل من ببینم بسر کنم. کی گفته من مردم؟ من بابایی تام. جونم سلام پروانه. سلام. بفرمایید. دست شما درد نکنه، من میل ندارم. شما هم بفرمایید بشین. بنوش جان میشه خواهش کنم چند لحظه ما رو تنها بذاری؟ راستش صحبت کردن با شفیع در مورد بهنوش بیفاید است. اون آدم لجباز و یکدنده‌ایه. حرف حرف خودشه. اما این رو هم خیلی خوب میدونم تنها کسی که روی اون نفوذ داره تویی. برای همینم میخوام رضایت خروج بهنوش رو ازش بگیری. ولی صبر کن. هنوز حرفم تموم نشده. میخوام بدونی من اگر بخوام میتونم بهنوش رو به زور یا حتی قاچاقی با خودم ببرم. بهتر بدونی به نفع تو هم هست که بهنوش با من بیاد. فکر میکنم هیچ نامادری میونه خوبی با بچه شوهرش نداشته باشه. اصلا اینطور نیست. توقع داری باور کنه؟ به هر حال بهتر این رو هم بدونی اگر بهنوش با من بیاد همه ی ارث و میراث شفیع به تو میرسه. از بهنوش میخوام یه وکالت به تو بده چون نیازی به پول شفیعی نداره. انقدر براش گذاشتم که به نوه و نتیجه‌هاش هم برسه. من چشم داشتی به مال شفیعی ندارم. بهنوش هم عین یه دوست، مثل خواهر کوچیکترم دوستش دارم. به هر حال بهتر رضایت شفیعی رو بگیری تا دست از این لجبازیش برداره. من دیگه نمیخوام دخترم با اون زندگی کنه. ماما بابا اومد. بهتر بشینین. حالا که خودش اومده میتونین مشکلتون باش در میون بذارین. من اصلا حوصله آدمای لجباز و یکدنده رو ندارم. وقتش رو هم ندارم. بهتر خودت باش صحبت کنی و رضایتش رو بگیری. خداحافظ. خداحافظ. نیما؟ بله. دوست داری با هم بریم تو حیاط یه ماهی قرمز گنده خوشگل بهت نشون بدم؟ آره، یه ماهی عسل قشنگ عمرت فدا بده. آفه، پس بزن بریم. بزن بریم، ما رفتیم. گودبای.
من اومدم اینجا تا حرفای تو رو بشنوم. بگو. من فکر میکردم که بگو. من میدونم تو چی فکر میکردی. من فکر میکردم تو شوهر کردی. مهم نیست، تو خیلی فکرهای دیگه هم کردی، فکرهایی که به خاطرش همه چیز به هم ریخت، فکری که من نمیدونم چی بود ولی باعث شد زندگیمون از هم بپاشه. من حرفی ندارم. تو همیشه همینطور بودی، شجاعت گفتن حرفتو نداشتی. وقتی که باید حرف بزنی سکوت میکنی، وقتی که باید سکوت کنی دست به یه عملی میزنی که خودت هم بعدم پشیمون میشی. من بازیچه نیستم. وقتی بهم تهمت خیانت زدی علتشو نگفتی، وقتی طلاقم دادی بازم حرفی نزدی، وقتی هر روز عکسمو تو روزنامه ها چاپ کردی تا آبروم پیش همسایه‌ها رفت به هیچی جز خودت فکر نکردی. 2 ساله که خواب راحت ندارم، مدام فکر میکنم چطور یه آدمی که باهاش زندگی کردم منو اینطوری کنار گذاشت. فکر و خیالش هنوز آزارم میده. این فکر و خیال پیرم کرده. دیگه نمیتونی از حرف زدن فرار کنی. خیلی خوب، باشه حرف میزنم، آروم باش. این بار حرف میزنم. حق نداشتی توی خونه من راش بدی. کسی که از خونه من رفته حق نداره برگرده. میفهمی؟ حق برگشتن نداره. چیکار باید میکردم؟ باید میذاشتن دمه در وایسته؟ خب اینکه نشد، پس آدم بودن چی میشه؟ اگه زودتر رسیده بودم که آدم بودن رو بهش نشون میدادم. همچین از خونه پرتش میکردم بیرون که دیگه از این غلطا نکنه. من یه بار مزه جدایی رو چشیدم، اما این دفعه نمیذارم. نه به اون، نه به بهنوش. به زور نمیتونی دخترتو نگه داری. اگه واقعا میخوای بهنوش رو برای همیشه پیش خودت داشته باشی باید یه مدت آزادش بذاری، باید بهش حق انتخاب بدی، حتی بذاری با مادرش زندگی کنه. اگه اخلاق بهناز اونطوریه که تو میگی مطمئن باش که بهنوش دوباره برمیگرده پیش تو. نه، خودت هم خوب میدونی که من درست میگم. اگه بهنوش از مادرش قایم کنی اون حرف تو رو نمیفهمه، اخلاق مادرش رو نمیدونه، نمیدونه تو چی میگی. اون زن دوست داره این ملکه ها همش دستور بده. مطمئنم همین کارو با بهنوش میکنه. اینو تو میدونی. نه بهنوش که تو این 20 سال چند بار بیشتر اونو ندیده. بهنوش که با اون زندگی نکرده. اون وقتی هم که باهاش بوده انقدر کوچیک بوده که این چیزا رو نمیفهمیده. اون انقدر به مادرش فکر کرده که تو ذهنش از اون یه فرشته نجات برای خودش ساخته. پس تو باید اجازه بدی که این تصویر از ذهن بهنوش پاک بشه. باید بذاری خودش مادرشو بشناسه. خودش درباره اون تصمیم بگیره. تو نباید جلوی اونو بگیری محمود. میفهمی چی میگم؟ دو سال پیش موقعی که من تازه داشتم با مسعود شرکت رو افتتاح میکردم یادت میاد؟ حتما یادته که من در هفته 3-4 روز شایدم تمام هفته رو مجبور بودم برم بندر عباس واسه ترخیص کالا. یه بار 5 روز بندر بودم، برگشتم تهران. البته قرار بود یه هفته بمونم ولی کارم زود تموم شد برگشتم. همونجا بود که متوجه شدم. اونجا بود که متوجه شدی چی؟ متوجه شدم پس
پس چرا حرف نمیزنی؟ فهمیدی که چیکار کردم؟ نمیتونی که انکار کنی، میتونی؟ همه چی رو با جفت چشمان دیدم. نمیتونی. چی رو دیدی؟ بگو. بعدش چی شد؟ سلام، چطوری خوبی؟ کجا بودی؟ چرا تلفن‌ها رو جواب نمیدادی؟ چیه؟ چرا ناراحتی؟ گفتم کجا بودی؟ رفتم یه سر خونه مادر تو. مادر من جلو پلاس رو جمع میکنی، زود از این خونه میری. گفتم برو بیرون. برای چی؟ برو خواهم شد دیگه، نمیخوام ببینمه. نه تو رو نه این بچه تو. بسته من بچه چون خفش رو سوال نکن، تو که آدم نیستی. مگه کری؟ گفتم بیرون، گم شو. خیلی خوب میرم، ولی باید دلیل رفتنم رو بدونم، وگرنه نمیتونم جلو پدر مادرم سر بلند کنم. باید بگی چیکار کردم. همین، فقط به خاطر اینکه منو تو رستوران دیدی، اونم بدونی که مطمئن بشی جریان چیه. اون شب منو بچه رو از خونه انداختی بیرون، دیگه هم از من نپرسیدی. از کجا اینقدر مطمئن بودی؟ نه، من مطمئن شدم بعد از اینکه تو رو تو اون رستوران دیدم. رفتم بیرون پیش مسعود که منتظرم وایساده بود. باورم نمیشه. خدای من، تو مطمئنی؟ تو از چیزی که میگی مطمئنی؟ تو به من اعتماد داری یا نه؟ خب معلومه که دارم، این چه حرفیه؟ چقدر به من اعتماد داری ها؟ اگه باور نمی‌کنی هیچ بهت نمیگم ها. چون یه وقتایی هست که آدم به چشمای خودش هم اعتماد نمی‌کنه. آره، مثل الان من که به چیزی که دیدم اعتماد نکردم. حالا دیدی؟ تو فرق می‌کنی. تو بهترین دوست منی. اگر تو اینو قبول داری، باید باور کنی که من خودم با چشمای خودم. مسعود؟ اون این حرفو زد؟ آره، خودش گفت. همین الان زنگ بزن بگو بیاد اینجا. برای چی؟ برای اینکه توف کنم تو صورتش، بزنم تو گوشش. ولی چی؟ نکنه هنوزم به اون اطمینان داری؟ با اون همه دروغی که در مورد ازدواج من گفته؟ دروغی که در مورد تو گرفتن نیما گفته؟ نه، اصلا موضوعی نیست. الان اگه پیداش کنم خودمم باهاش کار دارم. پس کجاست اون رفیق و شریک شفیقتون ها؟ فرار کرد. همه مال و اموال شرکت رو برداشت و فرار کرد. پس بالاخره خودشو نشون داد. خوبه که تو هم فهمیدی رو حرف کی حساب میکردی. من به تو دروغ نگفتم. حتی موقع ازدواجم بهت گفتم که خواستگارای دیگه ایم داشتم. بعد از ازدواج با تو، یکی از اونا که از آشنای خانوادگی ما بود و از بچگی با هم بزرگ شده بودی، چون همسایه ما بود اومد سراغم. اون معتاد شده بود، یه آدم خلافکار از دنیا برگشته. من نتونستم این موضوع رو به تو بگم، چون میدونستم چه برخوردی نشون میدی. یا کار دست خودت میدی
یا اون بدبخت. وقتی رفته بودی سفر به مسعود گفتم اون آدم مزاحم من میشه، پول میخواست، اونم گفت که باهاش قرار بذارم و بقیه ماجرا رو بسپارم دستم تا یه جوری دست به سرش کنم. خب بعدش چی؟ منم تو رستوران باهاش قرار گذاشتم، مسعود نیومد، یه مقدار پول بهش دادم و گفتم که اگه شوهرم بفهمه حتما میکشته، اونم قول داد که دیگه مزاحم من نشه. ولی آقا مسعود نیومد، اونطور با اون نقشه کثیف آورد. خیلی خب بس دیگه، دیگه نمیخواد چیزی بگی. همه چی رو فهمیدم. مسعود. کسافت. بالاخره همه چی درست میشه. نه. یه چیزایی هست که به این سادگی ها درست نمیشه. اونم دل سوخته ای که 2 سال به خاطر یه تهمت نابجا سوخت و خاکستر شد. من دیگه دلی ندارم که برگردم. من نمیتونم با آدمی که فرصت حرف زدن رو از من گرفت و نذاش حتی از خودم دفاع کنم زندگی کنم. با اجازتون مادر نیما بریم. ماما نرگس خدافزی کن. خدافز ما. پروانه چی شده؟ پروانه وایسا ببینم چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ پروانه جان کجا داری میری وایسا؟ چی شد سروش؟ چرا پروانه رفت؟ سروش چی بهش گفتی؟ جواب بده دیگه. صبر کن من میکشمش. کجا داری میری؟ وایسا. اگه خسته شدی شرکت هم بسپر دست من، که تو هم بسپری دست آقای فرامرز جائل گلا بردار. ده گوشی رو بردار مسعود لعنتی. خوبه که تو هم فهمیدی رو حرف کی حساب میکرد. تو هم مثل من اسیر یه شریک نامرد و ناتو شدی. حواستو جمع کن. کجا قایم شدی کسافت؟ گوشی رو بردار. من که از حساب کتاب شما خبری نداشتم که اون اینو به من گفت، میخواست همه شرکت تو آبولی کنه. پس کجاست اون رفیق و شریک شفیقتون؟ ها؟ همه مال و اموال شرکت رو برداشت و فرار. من دیگه همچین رفیقی ندارم و نمیخوام داشته باشم. تو که میدونی من استاد اینجور کارم. من با آقای رازی کار داشتم. رفتن از اینجا با 2-3 روزه که ما خونه رو تحویل گرفته. من خیر و صلاحتون میخوام. پس بالاخره خودشو نشون داد. تو فرق میکنی، تو بهترین دوست منی.
شما اجازه بده ما کارا رو خودمون انجام بدیم. شما برو به ارواح خلیصت برس. دروش کرامت که همونی که اینجا رو به ما فرو پولش هم نقد گرفت و گذاشت رفت. کجا قایم شدی کسافت؟ از این قرارا با هم نداشتی؟ آها این مسخره بازی چی در میاری؟ مگه دیوونه شدی؟ بنرسید بابا. مگه قرار نبود پیداش کنی؟ ها؟ پس چرا دروغ گفتی؟ هنوز که تماس نگرفته. هنوز که 48 نشده که. من 6 ماه به دنیا اومدی. اصلاً اگه من پیداش نکنم چیکار می‌کنی؟ همین الان کت بسته میبرم میندازمت گوشه زندون. آره. پس این کارو بکن. چرا معطلی؟ واسه من که فرق نمی‌کنه که. ولی بدن اگه این کارو بکنی نه دستت به مسجد نازنینت میرسه نه به شرکتت. پسر خوب تو به من احتیاج داری، پس سعی کن پسر مؤدبی باشی. همین. اصلا بهتره با هم معامله کنیم ها؟ خوشت اومد. بسی که این تنها زبونیه که تو سرت میشه ها؟ این شد یه چیزی. من مسعودو به تو میدم و تو میدونی که بیمایه فطیره. چه قبول میخوای؟ من خوشگله که دم دره رو میخوام. خوشگله که دم دره رو میخوای. خیلی خوش اشتهایی. ببین تجربه ثابت کرده وقتی یکی دنبال یه چیزیه حتما براش خیلی ارزش داره. یا مسائل پولی در میونه یا مسائل خصوصی. عجب اخبار و عرض زیاد نگفتی؟ طرف جو نزنه. دان حرف نزن فقط تا فردا بهت وقت میدم. اگه تونستی پیداش کنی میریم محضر ماشین رو قلنامه میکنی، ولی اگه نتونستی پیداش کنی تو و این پسره رو با هم به جرم دزدی ماشین و جعل سند میندازم به تون گوشه زندون. متوجه شدی؟ بهت قول میدم. خیلی سالاری تو منی سنار با اون مسعود نکبت فرق میکنی. اصلا خودم فردا تمام تهران سیت گزگم میکنم تو پیداش کنم. آره. عجب سویچ خوشگلی داره. بنده دست تو. از اینم چی کار باید بکنم؟ باید فکر کنم واسه چی مسعود نکبت نیومده دنبال بلیط و پاسپورتش. بله. سلام خانم کرامتی، من بهنوش هستم. سلام، خوبی دخترم؟ میتونم با سروش صحبت کنم؟ نیستش. شما ازش خبر نداری؟ من موقع افطار دیدمش. آره بعدش اومد خونه. بعد 2 سال خانمش اومده بود. پروانه خانم؟ آره. ولی نمیدونم چی شد بعد از نیم ساعت پروانه قهر کرد و رفت. اومدم پیش سروش، دیدم داره یکی رو تهدید به مرگ میکنه. به من گوش نکرد. عصبانی از در رفت بیرون. نمیدونم چیکار کنم. چی بگم؟ کاری از دست من برمیاد؟ نه، فقط کاش بتونی بفهمی که چرا با پروانه دعواش شد. وقتی فهمیده ازدواج نکرده خیلی خوشحال شد، ولی نمیدونم چی به هم گفتن که دوباره اینقدر از دست همدیگه عصبانی شدن. اگه میتونی ازش بپرس ببین چرا دوباره همه چی رو به هم ریختن. شما میتونین آدرس پروانه خانم رو به من بدین؟ من قول میدم فردا برم به دیدنش و همه چیزو براش تعریف کنم. شاید بتونم قانعش کنم. بنویس. بفرمایید. این دیگه رو برمیداریم، این دوتا اتاق یکی میشه. درسته؟ این خوبه معمار. بله. این همونه، فقط اینجا رو الان چه فکری براش کردی؟ اینجا رو یه چیز لوکس برای در میارم از توش. یه چیز خوب میخوام. خوب مشت. اون که دلت بخواد. باش ببینم چیکار میکنی. اینجا رو فیچه دیگه، فقط این همین بودش و چیزایی که به ذهن من میرسید یکم این بود و یه دستی بکشی. درستش میکنم برای. باش که دوباره پیدات شد. آخه چرا نمیری پی کارت؟ آخه مرد حسابی، مگه میشه دو نفر با یه اس پیداشون بشه؟ خب منم که دارم همینو میگم. من سروش کرامتی ام. شریک منم سر تو رو کلاه گذاشته. من این حرفا حالیم نیست. بی خودی هی نه یا اینجا برو درو پیکر شرکت واسه خودت قفل بزن. اصلا تو به چه حقی قفلا رو شکستی؟ به همون حقی که تو قفلا رو زدی. آقا جون من، تو چرا به خرجت نمیره؟ صاحب اینجا منم. شریک من سر تو کلاه گذاشته. کلاه. خب برو خره همون رفیق و شریکتو بگی. به من چی کار داری؟ خیلی خوب. تا روشن شدن ماجرا شما تشریف میبرین بیرون.
دادگاه که حق و داد بهت میتونی بیا اینجا دست به ترکیب اینجا بزنی. در حال حاضر شما نه حقی نسبت به سهام این شرکت داری نه محل این شرکت. من حق دارم، اگه نداشتم که مأمور اجرا نمیومد اینجا وایسه با نظارت خودش اجازه بده من قفلا رو بشکونم. خیلی خوب، خیلی خوب. اوسمه ما کلنگ به دیوار این شرکت بزنی ازت شکایت میکنم. حواستو جمع کن. آها، ما نفهمیدیم صاحب این شرکت کیه. معمار تو کار خودتو بکن، من خودم قبلا از این مزاحم شکایت کردم، من خودم اینو درستش میکنم. مزاحم؟ بله مزاحم. بله خیلی خوب، حالا من نشونت میدم حق با کیه. اگه من تو رو با مأمور کت بسته از اینجا ننداختم بیرون مرد نیستم. باش برو هر کاری از دستت برمیاد بکن. نگاه کن برو. خیر کوتاهی هم نکن. نگاه خوش اومدی. چیه همیشه اینجا پیدا؟ چه میدونم، بدبختی ماست. سلام، من بهنوش شفیعی هستم. اینجا منزل خانم نجفیانه؟ بله. شما پروانه خانم هستین؟ بله، امرتون رو بفرمایید. من میخواستم اگر مزاحمتون نمیشم یکم باهاتون حرف بزنم. در مورد؟ آقای کرامتی. شما چه نسبتی با ایشون دارید؟ اگر اجازه بدین همه چیزو براتون تعریف میکنم، داستانش مفصله. بفرمایید. این اولین باریه که میشنوم دو نفر توی عالم دیگه همدیگر رو دیدن. من قبلا فکر میکردم این چیزا فقط تو قصه هاست. میدونم باور کردنش سخته، ولی واقعیت داره. ما توی اون خواب عمیق همه چیزو برای هم تعریف کردیم. من همه چیزو درباره سروش میدونم. اونم همه قصه زندگی من و بقیه رو میدونه. خب من چه کمکی میتونم بهت بکنم؟ یعنی تو واقعا دلت میخواد به من کمک کنی؟ اگر دستم بر بیاد حتما. راستش اگه حاضر بشید، یعنی اگه قبول کنی که چی؟ که سروش رو ببخشی و باهاش زندگی کنی، بزرگترین کمکی که میتونستی و به من کردی. زندگی کردن یا نکردن من با سروش چه کمکی به تو میکنه؟ خب سروش هم یکی از همون کساییه که با هم قول و قرار گذاشتیم. ما هر کاری میتونستیم برای همه کردیم جز خودمون. حالا من میخوام یک قدم بردارم تا مشکل سروش رو حل کنیم. این از نظر تو اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره، ولی من نمیتونم سروش رو ببخشم. آخه چرا؟ اصلا بهت نمیاد که کینه ای باشی. به نظر من وقتی یه نفر متوجه اشتباهش میشه و عذرخواهی میکنه، میشه بخشیدش و دوباره همه چیزو شروع کرد. به این سادگی هم نیست. هر اشتباهی که قابل جبران نیست. بعضی از دردا هست تو زندگی که مثل خوره روح آدمو میخوره. تهمتم یکی از همین درد است. مشکل من و سروش مشکل کوچیکی نبود که اگه اون بگه اشتباه کردم منم بگم فدای سرت. تو تا حالا ازدواج کردی؟ نه. وقتی یه آدمو به خاطر چنین اتهام سنگینی طلاق میدن، وقتی بهش اجازه دفاع کردن و توضیح دادن نمیدن، وقتی یه زن و یه بچه یه ساله رو تک و تنها، اونم تو جامعه‌ای که پر از گرگ ول میکنن، انتظار داری به همین راحتی ببخشم؟ توی این مدت هیچ فکر کرده بود من چطور این بچه رو بزرگ کردم؟ چطور وقت مریضی شب و نصف شب بدون وسیله بردمش دکتر؟ چرا اون موقع به این چیزا فکر نکرد؟ میدونی تحمل نگاه‌ها و کنایه‌های مردم و آشنا چقدر سخته؟ چرا باید سروش رو ببخشم؟ هر وقت تو تونستی به این سوالات و سختی‌هایی که من کشیدم جواب بدی و کمکم کنی، منم بهت کمک میکنم.
داری میری؟ وقتی حق با توی منم چیزی ندارم بگم بهتره که برم. من فقط میخواستم درباره تجربه مرگمون و کارهایی که میخواستیم بکنیم باهات حرف بزنم تا شاید نظرت درباره سروش عوض بشه، بدونی که اون واقعا تغییر کرده. دلم میخواد که باور کنم، ولی وقتی دیشب فهمیدم که اون با اعتماد به دوستش زندگیشو به هم ریخت، واقعا دردم تازه شد. اگه سروش اونقدی که به مسعود اطمینان داشت به من اعتماد میکرد، هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. آره، حق با توه. فقط نمیدونم اگر برای من و سروش راه برگشتی وجود نداشته، چرا خدا بهمون عمر دوباره داد؟ از بین ما سه نفر که برگشتیم فقط آقای سلیم‌زاده است که همه چیز زندگیش برگشته سر جای خودش. من و سروش که ظاهراً توی این دنیا به کما رفته بودیم، راه برگشتی هم نداریم. وقتی اون میخواد گذشته رو جبران کنه و هیچ راهی براش نیست، معنی این زندگی چیه؟ اگه حرفای تو هم درست باشه، تو این دو سال انقدر مغز من مسموم شده که حتی به راحتی نمیتونم خودم رو پیدا کنم. حتی نمیتونم باور کنم که تو فقط به خاطر کار خیر اومدی اینجا. نمیدونم چرا از لحظه‌ای که تو اومدی اینجا احساس میکنم یه چیزی رو از من مخفی میکنی. ببین، دلم میخواد یه چیزی رو صادقانه از من قبول کنی. اونم اینه که سروش در تمام این مدت فکر میکرد تو با اون مردی که اون دیده ازدواج کردی. پس این فکرهای بد رو بریز دور، بعد با یک ذهن شفاف به این موضوع نگاه کن. خداحافظ. خداحافظ. اصلا معلوم از شما چی میگین؟ یه روز اقوامتون میان اینجا و میگن که شما گم شدین. بعد که پیداتون میکنیم میگید رفتی به برج صدف برای انجام معامله. یه روز به اتهام قتل دستگیر میشی. بفرما، بخون. عکس آقای جاوید رو چاپ کرده و نوشته به علت زمینخواری و کلاهبرداری دستگیر شده. اون وقت شما چند شب پیش مشغول معامله با ایشون بودین. حالا هم اومدین که شریکتون شرکت فروخته و فرار کرده. من کم کم دارم به شما مشکوک میشم آقای کرامتی. من حقیقت رو به شما گفتم. همون شبی که من از ساعت 11 صبح تو دفتر جاوید بودم، سند رفته محضرخونه امضا شده برگشته. خب ممکنه قبل از اینکه بریم به برج سند رو امضا کرده باشین. به هر حال خریدار شرکت شما سند رسمی داره. ولی زمانی که دفترخونه شناسنامه و مدارک منو دید، علیه شریک من شکایت کرده. متاسفانه تا روشن شدن روال قانونی پرونده حق با خریدارتونه، چون اون بدبخت پول داده. شما هم به جای شکایت علیه خریدار بهتر از شریکتون شکایت کنید. خب بالاخره تصمیمتون چی شد؟ شکایت میکنید یا نه؟ بله، فقط اجازه بدید ببینم میتونم پیداش بکنم. من فردا مزاحم شما میشم. اگه مطمئن هستید که شریکتون کلاهبرداری کرده، همین الانم هم که شکایت کنید خیلی دیره، تا چه برسه به فردا. در هر صورت خود مختارید. باشه، اول میخوام ببینم میشه پیداش بکنم. اگه شد خودم مشکل رو حل کنم، چون واقعا هنوز باورم نمیشه. هر طور سلام میدونید. برا خیلی لطف کردین. خوشحال شدم. خواهش میکنم. قربان شما. خدا نگهدار. لطف کردین. خدا. Thank you.
سلام. بینوش بیا دخترم چند دقیقه باهات کار دارم. بیا. این فرم اداره گذرنامه است. از الان به بعد هر کجا که بخوای میتونی بری. من دیگه مانع رفتن تو نمیشم. میتونی به مادرت هم بگی برای گرفتن ویزا اقدام کنه. خیلی ممنون. ولی چی شد که نظرتون تغییر کرد؟ من هر کاری از دستم برمی اومد برای خوشبختی تو کردم. همیشه سعی کردم همه چیزو برات فراهم بکنم. کم و کسری نداشته باشی. ولی فهمیدم آدمی توی زندگیش خوشبخته که سعی کنه تصمیم درستی برای آیندهش بگیره. از حالا به بعد میخوام به دخترم اعتماد کنم. اعتماد کنم که هر کجای دنیا که میره پدرشو فراموش نکنه. تو تنها فرزند منی. هر کجا که تو خوش باشی منم خوشم. هر کجا که تو راحت باشی منم راحتم. این خاصیت پدر مادر بودنه. هر چند دورید برای من کار ساده ای نیست، ولی دیدن و قصه خوردنت برام سخت‌تره. الانم میتونی بری به مادرت خبر بدی. مطمئنم که خوشحال میشه. الو. سلام آقای کرامتی. بهنوش هستم. حال شما خوب هستین؟ خیلی ممنون. میبخشید بعد موقع که مزاحم نشدم. میخواستم اگه امکان داشته باشه همدیگر رو ببینیم. درسته. راستش یه خورده گرفتارم الان. میدونین؟ من که از اول گفتم مزاحمتون نباشم. بله بله، واقعیتش اینه که یه خورده دنبال خرابکاری های مسعود رفتم. اینه که کار برام پیش اومد، وسیله هم ندارم. ولی شما که دیشب خیلی عجله داشتین تا من جوابتونو بدم. من میخوام درباره یه مسئله ازدواج باهاتون حرف بزنم. حتما حتما. چه جالب. چیه این مسئله جالبه؟ بله. نه اینکه من یه خورده الان گرفتار شدم، واقعیتش یه مسئله هم هست که یه خورده منو نگران کرده. ببینید آقای کرامتی، من باید حتما همین الان شما رو ببینم. متوجهیم، خیلی مهمه. آقای کرامتی متوجه شدین؟ الو، صدای من میاد؟ چشم، حتما. شما فقط الان به من بگین کی و کجا. من روی پیشنهاد شما فکر کردم، تصمیممو گرفتم، خواستم زودتر بهتون خبر بدم. خواهش میکنم، بفرمایید. من موافقم، یعنی حاضرم با شما ازدواج کنم. چرا حرفی نمیزنین؟ از جواب من خوشحال نشدید؟ چرا؟ خیلی زیاد، یعنی فقط. فقط چی؟ چیزی شده؟ حالتون خوبه؟ آره کاملا. یکمی غافلگیر شدم، فقط همین. خب شما تا اینجایی میتونین فکر کنین. در مورد چی؟ در مورد برنامه آیندهتون برای زندگی. حرف بدی زدم؟ نه نه اصلا، ابدا.
میخواستم بگم که یعنی من راجع به برنامه آیندم چجوری بگم؟ هرچه هست بگین. راستش تمام حرفایی که دیشب بهتون زدم همش عین حقیقت بود. دلم میخواد باور کنید. ولی دیشب که رفتم خونه دیدم نیما و پروانه تو خونه پیش مادرم. آخه میدونین تو این دو سال من به خاطر اعتماد بیش از اندازه به نزدیکترین دوستم زندگیمو باختم. من به نیما و پروانه خیلی بد کردم. پس حرفای دیشب شما شوخی بود؟ شما با منم بازی کردین؟ نه من واقعا نمیدونم چجوری بگم شما حرفمو باور کنید. خدای من نمیتونم تو روی شما نگاه کنم. حق داریم. من واقعا از شما لازم نیست عذرخواهی کنید. من همه چیزو میدونم. من امروز پیش پروانه بودم. من میدونم که شما پروانه و نیما رو دوست دارین. حرفایی هم که زدم رو فراموش کنید. میخواستم مطمئن بشم. نظر واقعی من اینه که هیچ وقت با شما ازدواج نمیکنم. نه به خاطر وجود پروانه و نیما، بلکه فکر کردم و به این نتیجه رسیدم. کاش من و شما دیشب اینجا نیومده بودیم و این حرفا هم بینمون رد و بدل نمیشد. من نمیدونم چرا شما این پیشنهادو به من دادین. شاید تقصیر خودمه. شاید توی این مدت که دنبال کارا بودیم من یه جوری رفتار کردم که شما فکر کردین علاقه. نه اینطوری هم نیست. من بعد از جدایی از پروانه از همه زنا بیزار شده بودم. حتی تا همین اواخر هم همین احساسو داشتم. تا بعد از اون اتفاق و آشنایی با شما باعث شد که تغییر کنم. ما اگر همدیگر رو تو عالم کما ندیده بودیم شاید من چنین احساسی پیدا نمی کردم. بعدم رفتار شما و تغییراتی که با هم میکردیم باعث شد به تعادل برسم. نمیدونم چرا چند وقتی پیش وقتی مسعود باز خبر ازدواج پروانه رو به دروغ بهم داد بازم این یه احمق قبول کردم. حتی کینه به دل گرفتم که چرا پروانه ازدواج کرده، در حالی که اگه اون حرف راستم میبود نباید کینه به دل میگرفتم. دیشب که از شما خداحافظی کردم رفتم خونه. وقتی دیدمش و همه چیز روشن شد تازه فهمیدم که مثل سابق بهش علاقه دارم و حاضرم هر کاری بکنم تا منو ببخشه. من امروز فهمیدم اونم هنوز شما رو دوست داره، ولی برای اینکه رنجی رو که توی این دو سال کشیده فراموش کنه زمان لازمه. من امروز اومدم که اینو بهتون بگم که بدونین و ثابت قدم باشین. من برای شما و پروانه و نیما آرزوی موفقیت میکنم. شاید این آخرین باری باشه که ما هم دیگر رو میبینیم، چون پدرم با رفتن من موافقت کرده. امشب با مادرم برای رفتن به امریکا میریم دبی. از آشنایی با شما خیلی خوشحالم. خیلی چیزا ازتون یاد گرفتم. این شما بودین که با پشت کارتون منو هم مجبور کردین تا سر قول و قرارمون بمونیم، چون هر خطری رو به جون خریدیم.